در این برنامه مطابق برنامه‌های گذشته در 7 بخش من به موضوعات متنوعی که مربوط میشه به شرایط امروز جامعه ایران، وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میپردازم. اولین بخش برنامه در باب مسائل شگفتی آور در جامعه ایران هست و از آن طرف عدم شگفتی که در برخی از اقشار جامعه ایران به چشم میخوره. آیا شما تعجب نمی کنید که مقامات جمهوری اسلامی مدام به مردم ایران دروغ میگند و این دروغگویی ادامه داشته برای 40 سال ولی اعتراض چندانی نسبت به این دروغگویی ها صورت نمیگیره؟ در هفته گذشته آقای روحانی 2 دروغ کاملا روشن و آشکار رو به جامعه ایران گفتن. یکی این که در تلگرام 2 میلیون نفر دارای شغل هستند، در صورتی که اون رقمی که قبلا اعلام شده بود 1/10 این بود، 200,000 تا. و بعد هم ایشون در یک سخنرانی در سبزوار اعلام کردن که نرخ بیکاری در همه شهرهای کشور غیر از 6 در همه استانهای کشور غیر از 6 استان کاهش پیدا کرده، اما جدولهای مرکز آمار ایران نشون میده که در 8 استان و نه 6 استان نرخ بیکاری تا حدودی کاهش پیدا کرده و در 2 استان هم ثابت مونده. رقم ها رو عوض میکنن، چون البته خب به دلیل اینکه همچنان که قدیمی ها میگفتن دروغگو کم حافظه هست، میان دستگاه های مختلف و مقامات در بیان این آمارها ناسازگاری هایی وجود داره که حتما نشون میده که برخی دارن دروغ میگند. حالا موردش رو باید دنبالش گشت که چه طرفی اینجا داره دروغ میگه. آیا شما تعجب نمی کنید که همه مقامات جمهوری اسلامی، سپاهی ها، بسیجی ها، روحانیون، اینها در سال 57 همه دیپلم ردی بودن، حتی در مدرسه دیپلم هم نمیتونستن بگیرن و اینها در طی 4 دهه گذشته همچنان که شغل داشتن، مشغول تاراج کشور بودن، مدیر بودن، در کنار همه اون کارهایی که داشتن انجام میدن مدرک دکترا هم گرفتن و امروز همه اینها استاد دانشگاه هستن و در دانشگاه‌های مختلف اینها درس میدن. حالا چه درسی میدن رو حتما کسانی که به دانشگاه رفتن میدونن. در طول ترم میان یه جزوه 20 صفحه‌ای رو از یه جایی کپ میکنن به دانشجوها میدن. برخی از اینها حتی سوالات رو هم به دانشجوها میدن برای اینکه عدم رضایت درست نکنند. نمرات خوبی رو به دانشجوها میدن و همچنان به عنوان استاد دانشگاه فعالیت میکنن. و جالبتر از اون، تعجب نمی کنید که کسانی این مدارک این گونه دانشگاه ها رو می گیرن و به مدارکش هم افتخار می کنند، به مدارک تحصیلی که در مدارج عالی از این دانشگاه ها گرفته شده. آیا شما تعجب نمی کنید که لابی جمهوری اسلامی در اروپا و ایالات متحده جمعی دانشگاهی، جمعی تحصیل کرده هستند، بخش قابل توجهشون آدم های تحصیل کرده هستند که بسیاریشون در اروپا و ایالات متحده تحصیلاتشون رو انجام دادن. بعد اینها از همه مزایای زندگی در جوامع غربی برخوردارن، آزادی دارند، هر حرفی رو که بخوان میزنن. بعد از یک نظام دیکتاتوری، از یک نظام توتالیتر، از یک نظام تمامیت خواه اینها دفاع میکنن، برای تداومش تلاش میکنن و خب البته پاداشهاش رو هم میگیرند. و بسیاری از تلاش‌های اینها هم تلاش‌های ناشیانه است. خب خیلی دشوار هست که شما یک کالای فاسد رو بخواید با بسته‌بندی زیبا به دنیا بفروشید. علیه پاکیزگی سیاسی، من یکی از موضوعاتی رو که برای این دوره از برنامه‌ها انتخاب کردم، سخن گفتن در مواردی است که بسیاری نمی‌پسندند، درست نمی‌دونن، اما واقعیت ها رو باید گفت و نباید ترسید از اینکه جماعتی از این واقعیت ها احساس بدی پیدا می کنند. احساسات خیلی نباید در این میان نقش چندانی رو بازی کنه. خب البته کسانی که میخوان رئیس جمهور شن، مقامی رو کسب کنند،
اونها مجبورن که حرفهایی رو نزنن برای اینکه رأی جمع کنن. اما کسانی که در مقام تحلیل هستند، محققن، روزنامه نگارن، اینها واقعا نیازی ندارن به اینکه واقعیت‌ها رو پنهان نگه دارن. از اموری که من شدیداً بهش باور دارم، ضرورت پایان بخشیدن به مهاجرت مسلمانان باورمند به کشورهای غربی است. خب خیلی ها طرفدار مهاجرت هم، بلخص اونایی که میخوان مهاجرت کنن از مسئله مهاجرت دفاع میکنن، اما من از مهاجرت مسلمانان باورمند به کشورهای غربی ممانعت ازش کاملا دفاع میکنم. معتقدم که مسلمان ها در جوامع غربی غیر از مشکل، غیر از چالش ایجاد نکردن، چون اینها در چارچوب فرهنگ سکولار و فرهنگ آزاد جوامع غربی اینها جذب و هضم نمیشند. مردمی که امروز این جامعه امریکا که من درش زندگی میکنم، مردمی که از آمریکای لاتین میان، از آمریکای جنوبی میان، از آفریقا میان، مسلمانانی که به اسمن مسلمان هستند ولی خب واقعا باوری ندارند، اینها میان در این جامعه، در این در واقع دیگ بزرگی که هست زندگی میکنن، هضم و جذب میشن، یه چیزایی رو به این فرهنگ میدن، یه چیزایی از این فرهنگ میگیرن، اما کاملا در چارچوب این فرهنگ میتوانن زندگی کنند. اما مسلمانان باورمند چون میخوان شریعت رو پیاده کنند، چون اعتقادات عجیب و غریبی دارن، بخش قابل توجهی از مسلمانان سنی هنوز به ختنه کردن دختران باور دارن، دختران رو ختنه میکنن. در میان مسلمانان پاکستانی، بنگلادشی و خیلی از مسلمانان کشورهای مختلف، اینها اگر دخترشون، خواهرشون با کسی روابطی داشته باشه، اینجا روابط آزاده، کسی نمیتونه جلوی کسی رو بگیره، دخترها رو میکشند. اسمش هم گذاشتن honor killing، کشتن غیرتمندانه، هم غیرتی که در ادبیات جمهوری اسلامی هست، خب این مسلمان هم دارن. اینها نمیتوانند در این چارچوب، در این فرهنگ زندگی کنند. من چهار علت مشخص رو ذکر میکنم برای اینکه با مهاجرت مسلمانان باورمند، باز تاکید میکنم اینجا مسلمانان شریعت مدار، با مهاجرت اینها به کشورهای غربی کاملا مخالف هستم. این چهار علت رو یک به یک ذکر میکنم. علت اول این که از دهه های 30 و 40 میلادی تا دهه 80 مسلمانانی که به کشورهای غربی میرفتند، حالا چه به دلیل گریز از دولت سرکوبگر خودشون و چه به دلایل اقتصادی و اجتماعی، اینها خودشون رو مدیون این جوامع میدونستند که بهشون پناه دادند، تلاش میکردند که در جامعه غربی، در تمدن غربی سهمی پیدا کنند. شما برید به افرادی که مهاجرت کردند از حدود دهه 30 میلادی تا دهه 80 نگاه بکنید، اینها حل و جذب شدن و مشارکت داشتن در فرهنگ غربی، افراد موفقی هم بودن برای خودشون. اما از دهه 80 به این طرف با موج اسلام گرایی، مسلمانان مهاجر اومدن و در سمت از یک طرف دیدگاه تهاجمی دارن نسبت به غرب، معتقدن غرب فاسده، معتقدن که غرب تمدنی است که به پایان رسیده و اینها باید تمدن تازه‌ای درست بکنن، از اون طرف هم خودشون رو قربانی شرایط میدونن، چون اقلیتن، اکثریت نیستن، رأی نمیارن، در بسیاری از موارد آرا و نظرات و دیدگاهاشون اعمال نمیشه، نقش قربانی رو بازی میکنن. و کسانی که نقش قربانی رو بازی میکنن همیشه بازندن. شما اگر قربانی باشید توی خان، توی یه چارچوبی مثلا مدرسه میرید، فکر کنید که حق شما رو خوردن، شما هیچ وقت پیشرفت نمیکنید، چون خودتون رو در مقام قربانی میدونید، فکر میکنید معلم‌ها بهتون نمره نمیدن، مدرسه علیه شماست، هیچ وقت تلاش نمیکنید که پیشرفت کنید. در یک مواردی هم این گونه افراد، این گونه بازنده ها به خشونت متوسل میشن. اصولا چپ تلاشش بر این بوده که تروریسم رو با فقر و استعمار رو اینها توجیه کنه. علت عمده تروریسم بازنده بودنه. شما به تاریخچه زندگی کسانی که در عملیات تروریستی شرکت میکنن نگاه بکنید، اکثر اینها در زندگی هاشون بازندند و خودشون رو قربانی حساب میکنن و هیچ جامعه نیاز نداره که عده‌ای بازنده و عده‌ای که خودش رو قربانی
تلقی میکنه اینها رو به جامعه خودش راه بده، چون اینها تبدیل میشن به طلبکار، تبدیل میشن به مشکل برای جوامعی که بهش وارد شدن. اتفاقا از دهه 80 به این طرف همه آمارها و اطلاعات نشون میده که مسلمانان باورمند، مسلمانان اهل شریعت، اینها در پیشرفت تمدن غربی هیچ گونه نقشی ندارن. شما در سینما، در تئاتر، در موسیقی، در انواع و اقسام حیطه‌های فرهنگی، اون طرف برید در حیطه نهادهای مدنی، بیشتر به گروه، اگه گروه خیریه هم دارن، به گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه پول جمع می‌کنن، کمک می‌کنن. در حیطه‌های فنی، اقتصادی می‌بینید اینها مشارکتی در جوامع غربی ندارند. علت دومی که مسلمانان باورمندی که به شدت تحت تأثیر اسلامگرایی شیعه و سنی قرار دارن، اصولاً هویت خودشون رو هویت امریکایی و اروپایی نمیدونن. اگه شما از اونا سوال کنید که شما تو کی هستی، اول از همه شما میگن مسلمانم. خودشون رو امریکایی و اروپایی نمیدونن. چرا باید یه جوامعی کسانی رو که اصولاً نمیخواهند هویت اون جامعه رو کسب کنند، اینها رو به جامعه خودشون راه بدن، هزینه کنن؟ بسیاری از اینها میان و تو سیستم‌های رفاه از مهر قضا، از مسکن مجانی، از بهداشت مجانی استفاده میکنن. سربار جامعه هن. سربار جامعه هن، هیچ مشارکتی ندارن. از اون طرف هم طلبکارن، معتقدن که باید این جامعه جلوشون فرش قرمز پهن میکرده که نکرده. علت سوم، تنفری که در خانواده نسبت به غرب و اسرائیل، در خانواده های مسلمانان باورمند وجود داره، در بزرگسالی تبدیل میشه به تروریسم، تروریسم اسلامی. شما به تاریخچه کسانی که در کشورهای غربی عملیات تروریستی نگاه بکنید، اینها ریشه هاش در خانواده است. بسیاریش، تعداد بسیار اندکیش هست که اینا به مسجد برن و رادیکالایز بشن. بسیاریش ریشه هاش در خانواده است. از بچگی پدر مادر مدام به اسرائیل، به کشورهای غربی، به تمدن غربی، به فرهنگ غربی، به موسیقی غربی، سینما، به اینها بد و بیرا میگن. من نمیدونم چرا باید اینا بیان در یه جامعه زندگی کنن که اصولا با همه وجوهش مشکل دارن. خب برید در جامعه زندگی کنید. اتفاقا مسلمان های باورمند بهترین جایی که امروز براشون در دنیا هست ایرانه. باید اینا به ایران مهاجرت کنن. اونجا حجاب اجباری هست، در مرمزون مردم کتک میزنن اگه نماز میخونن. آزادی وجود نداره. آزادی فقط برای مسلمانان باورمند وجود داره که به شریعتشون عمل کنن. چرا باید بیان در یه جامعه ای که آزادی برای همه هست، بعدم مدام شکایت کنن که زنها لباس بدنشون رو نمیپوشونن؟ بارها من دیدم در تابستان وقتی که به کنار دریا میریم، آقایون مشغول با لباس مایو پوشیدن در دریا دارن شنا میکنن، دختران و زنان و مادرانشون توی هوای گرم و آفتابی وحشتناک نشستن با حجاب کنار آب دارن اونا رو تماشا میکنن. چرا به خود تو زجر میدید؟ و بعدم چرا این دوگانگی ها؟ چرا مردها آزادن، شورت میپوشن؟ مردای مسلمان در جوامع غربی با شورت بیرون میان، ولی زنهاشون باید مدام پوشیده باشن. این دوگانگی رو یه جوری باید اینها حل کنند برای خودشون. این دوگانگی ها معمولا دردسر ایجاد میکنه. و علت چهارم، تجربه اروپا در چند دهه گذشته به خوبی نشون میده که مسلمان های باورمند حتی در یک دوره دراز مدت حل و جذب نمیشن. اینها میرن گتوهای خودشون رو، محله های خاص خودشون رو درست میکنن. توی اون محله ها در واقع یک همسایگی اسلامی کوچیک درست میکنن. در امریکا هم همین اتفاق افتاده. سومالیایی که اومدن در ایالت مینسوتا، اونجا تلاش کردن که شرایط ویژه خاص خودشون رو درست کنن. اگه اونا رو آزاد بذارن، کم کم حجاب هم اجباری میکنن، اذان از بلندگوهاشون پخش میکنن، مردم منطقه رو آزار میدن جایی که اکثریت پیدا کنن. همون کارهایی رو که در همه جای دنیا میکنن، اینها در جوامع غربی هم میکنن. غیر از درست کردن مشکل برای خودشون و مشکل برای همسایگانشون و با کسانی که زندگی میکنن، اینها هیچ نتیجه‌ای نداره. حالا ممکنه شما سوال بکنید که خب برخی از این مسلمان‌های باورمند در شرایط جنگی هستن، پناهندن، انسانیت اقتضا میکنه که به اینها کمک بشه. هیچ ضرورتی نداره که شما اینا رو به کانادا و امریکا و آلمان و فرانسه بیارید بهشون کمک بکنید. مثلا کسانی که در جنگ سوریه آسیب دیدن، میتونن در اردوگاه‌های پناهندگانی که در اردن هست، در ترکیه هست،
اونجا میتوانند کشورهای غربی به اونها کمک کنند و میکنند. امروز ایالات متحده سالانه چیزی بوده 6 میلیارد دلار داره کمک میکنه، مواد غذایی، مواد بهداشتی، چادر، کمک میکنه به پناهندگان. هیچ ضرورتی نداره شما اگر به کسی میخواید پناه بدید باید اونها رو به خانه خودتون بیارید و بعد هم در خانه خودتون شما یه روالهایی دارید و اون کسی که میاد این روالها رو به هم میزنه، این چارچوب ها رو به هم میزنه، هم برای خودش دردسر درست میکنه و هم برای کسان دیگری که در اونجا دارن زندگی میکنن. خط تبلیغی جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری این نظام مسموم و نظام خطرناک خط تبلیغی ضد امریکایی بوده. در مواردی که فشار سیاسی، فشار اقتصادی روی نظام افزایش پیدا میکنه این تشدید میشه. در ماهای اخیر به واسطه افزایش فشار از سوی دولت ترامپ روی جمهوری اسلامی این ماجرا در ایران تشدید شده. مدام در مورد اینکه ایالات متحده منشأ همه شرور در عالم هست اینها سخن میگن، در حالی که واقعیتش رو شما اگر نگاه بکنید ایالات متحده برای جامعه بشری منشأ خیر بوده در همه زمینه ها. شما به دو جنگ اول و دوم جهانی نگاه بکنید، اگر ایالات متحده دخالت نمی کرد امروز مجموعه اروپا تحت حکومت های فاشیستی هیتلری زندگی می کردند. شما به جنگ کره و ویتنام نگاه بکنید، این همه چپ تبلیغ میکنه که امریکایی ها در ویتنام آدم کشتن. امریکایی ها اتفاقا در ویتنام داشتن از دولت ویتنام جنوبی که یک دولت غیر کمونیستی بود دفاع میکردن به خواست، یعنی کاملا حضور امریکایی ها در ویتنام قانونی بود. این چندین بار هم مثل داستان کره میان دو بخش ویتنام رفت به سمت اینکه پیمان صلح امضا بشه، اما ویتنامی‌های شمالی کمونیستا میخواستن همه ویتنام رو بگیرن. خب در جنگ هم حلوا خیر نمی‌کنن، اونها میکشتند از ویتنامی‌های جنوبی، ویتنامی‌های جنوبی هم به همراه امریکایی‌ها از اونها میکشتند. اینها یه داستانی است که در جنگ، در همه جنگ‌ها اتفاق میفته. امروز شما نگاه بکنید در کره ماندن یک دولت کمونیستی در بخش شمالی کره، چون امریکایی‌ها نمی‌خواستن داستان ادامه پیدا بکنه و کره تقسیم شد، یک دولتی است که غیر از فقر و فلاکت و بدبختی و انزوا برای ملت چیزی به بار نیاورده و مدام هم اسلحه می‌سازن به همه جای دنیا میدن. همین داستان موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه خودش می‌سازه، اینا از کره شمالی می‌خره، یا تأسیسات اتمی بسیاریش از کره شمالی. منشأ ارسال دردسر و سلاح‌های کشتار جمعی به دنیا هستند. اتفاقا دخالت‌های آمریکا در نقاطی که دخالت کرده در کره، در ویتنام، همه اینها برای عقب راندن کمونیسم بوده. کمونیسم یک ایدئولوژی مسموم بوده، غیر از فلاکت و بدبختی چیزی برای جامعه بشری به بار نیاورده. ولی خب البته هستند ایرانی هایی که هنوز عاشق مارکس هستند. همین چند روز پیش دیدم که سایت بی بی سی فارسی یک گزارش بسیار مثبتی رو از آقای مارکس در تولد 200 سالگیش منتشر کرده بود. خب بیاده هستن، بله عاشق مارکس هستند، معلوم نیست به چه دلیل. کسانی که عاشق مارکس هستن من نمیدونم چرا باید به کشورهای غربی مهاجرت کنن، چرا نمیرن در کشورهایی که دولت مارکسیست داره مثل کوبا، کره شمالی، چرا به اونجا مهاجرت نمیکنن؟ این دوگانگی رفتاری خیلی دوگانی ها چین البته لحاظ اقتصادی دیگه مارکسیستی نیست ولی دولتش کمونیستیه، اونجا نمیرن زندگی کنن، در کشورهای به قول خودشون امپریالیستی زندگی میکنن و برای مارکس هم هورا و کف میزنن. در حیطه های دیگر هم شما در حیطه های اقتصادی امریکا غیر از خیر و برکت از حیث اختراعات و اکتشافات، و شما امروز سوار هواپیما میشید، لپتاپ جلوتون هست، سلفون استفاده میکنید، اینها همه دستاوردهای جامعه امریکا بوده به جامعه بشری، از اینترنت استفاده میکنید. دور من رو چندین بار گفتم شما در اتاقی که نشستید، در آشپزخونه یا در اتاقی که نشستید دور و برتون نگاه بکنید، بعد یکی یکی جستجو بدید ببینید که آنچرا که روزانه ازش استفاده میکنید، از چاقو پوسکن تا زیپ، برو تا یخچال و اوون و وسایلی که در آشپزخونه هست، اجاق گاز و اجاق برقی و
وسایلی که مدام استفاده میکنید، اینها رو جستجو بدید در گوگل، ببینید که اینها رو کجا ابتداعا ساختند و کجا تولید صنعتی کردند. بله بسیاریش بوده، خب در اروپا هم اختراعات و اکتشافاتی میشده، اما در امریکا بوده که اینها به تولید صنعتی رسیده و جامعه بشری امروز داره از منافعش برخوردار میشه. در هنر، در موسیقی، در سینما، دستاوردهای جامعه امریکا، بسیاری نمیدانند که مهد موسیقی امروز ایالات متحده است. انواع اقسام موسیقی، از جاز تا رپ تا آر‌ان‌بی، ریدم اند بلوز بگیرید، تا انواع و اقسام موسیقی های کلاسیک، امروز در این جامعه است که داره رشد میکنه و پیشرفت میکنه و مردم براش هزینه میپردازن. البته خب آقای خامنه ای، آقای جوادی آملی و امثال هم اینها میگن جوامع غربی وحشی هست، بی اطلاعی و جهل خودشون رو اثبات میکنن. نمیشود یک جامعه وحشی باشه و این همه دستاوردهای تمدنی رو به جامعه بشری عرضه کرده باشه. حرفهای بی اساس و بی حسابی است که اینها مدام میزنن. یادداشت این هفته رو من اختصاص میدم به وضعیت نظام آموزشی در ایران. بسیاری وقتی میخوان نظام آموزشی رو تحلیل کنن، میرن به سراغ این که این نظام آموزشی چه چیزهایی رو به جوانها یاد میده. حالا تو بخش عمدش زباله است، این در واقع پرورش های اسلامی، کلام اسلامی، شریعت اسلامی، آنچه را که به عنوان اسلام به کله دانش آموزان فرو میکنن، اینا همه جاش به نظر من در سطل زباله است. عصرش گذشته، اینا به درد هیچ کس نمیخوره. 40 سال هست که اینها رو به ذهن جوانها حقنه کردن و هیچ تأثیری در زندگی اونها، در رفتار اونها، در بهتر شدن زندگیشون، در بهتر شدن اخلاقشون هیچ تأثیری نداشته. شکست کامل رو ما مواجه هستیم. اما از اون طرف میشه رفت به سراغ این که در نظام آموزشی در ایران چه چیزهایی رو به دانش آموزان یاد نمیدهند. اونها خیلی مهمه برای اینکه اسلامیات رو به ذهن دانش آموزان حقنه کنند. خب طبعا یه چیزهایی رو باید کنار گذاشته باشن. ببینیم چه چیزهایی رو اینها کنار گذاشتن. آنچه که کنار گذاشته شده، علوم تجربی از حجم اونها کاستند، ریاضیات، زبان فارسی و نوشتن، انشا در کنار زبان خارجی، اینا موضوعاتی است که در به حاشیه رفته. شما امروز به نثری که در روزنامه ها و در کتاب ها هست نگاه بکنید، جز شلختگی هیچ چیزی شما در این نثر نسل تازه نمیبینید. در املا نگاه بکنید، مملو است از اشتباهات املایی. اصولا اینها در مدرسه هیچ چیزی رو یاد نمیگیرند. در ریاضیات، در علوم، در زمینهای مختلف هم داستان همینجوری است. کسانی رو که پیشرفتی میکنن، که البته اونها در ایران هم نمیمانن معمولا، اونها مدیون تلاش خانواده است. معلم خصوصی میگیرن، خود خانواده تلاش میکنه که چیزهایی رو به بچه ها، به فرزندانشون یاد بده فراتر از مدرسه. در مدرسه های عادی، در مدرسه های عمومی دولتی، چیز زیادی به دانش آموزان آموزش داده نمیشه. در زبان خارجی هم بحث عمده این هست که زبان انگلیسی رو اینها در مدارس ابتدایی که حذف کردن بنا به دستور آقای خامنه‌ای، در مدارس بالاترش هم چندان جدی گرفته نمیشه. الان هم دارن تلاش میکنن که زبان روسی رو بیارن، چون به اردوگاه روسی، چینی اینها تعلق دارن و با اون اردوگاه زندگی میکنن. علارغم این ادعاهای بی مبنای استقلال، تلاششون بر این هست که زبانهای کشورهایی که باشون متحد هستن رو به دانش آموزان یاد بدن. در 3 قلمرو این نظام آموزشی جمهوری اسلامی به شکل آگاهانه‌ای فاجعه و افتضاح بوده: تاریخ، علوم اجتماعی و هنر و ادبیات. چیزی از تاریخ ایران و تاریخ جهان در مدارس به دانش آموزان یاد داده نمیشه. اونچه که هست تاریخ اسلام هست. تاریخ ایران هم یک تاریخ گزینش شده و در واقع تحریف شده است از تاریخ ایران. یعنی از منظر یک نگاه ایدئولوژیک اسلامگرا تاریخ ایران رو به دانش آموزان اینها یاد میدن. علوم اجتماعی کاملا حذف شده. اونجا یه چیزایی هست تلاش کردن اسلامیزش کنن.
هنر و ادبیات هم که اصولا جایی نداره، مثلا دانش آموزان نیازی ندارن به اینکه رمان‌های خوب ایران و رمان‌های خوب دنیا رو بخونن یا با شعر به خوبی آشنا بشن. اشعار آقای حداد عادل و آقای خمینی و اشعار خودشون رو در کتاب‌های درسی میذارن که دانش آموزا فرا بگیرن. انگار تاریخ ایران از سال 57 آغاز شده. با دستکاری‌ها و تبلیغاتی کردن آموزش در ایران، حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرده که شهروندانی رام و دست‌آموز رو تربیت کنه، که البته به نظر من چندان موفق نبوده. اینها فقط مردم اگر صداشون در نمیاد به خاطر سرنیزه و شلاق و چماق و رفتار وجود بسیج در همه محلات و این داستان هاست. شما یک روز اینها رو حذف کنید بعد ببینید که مردم ایران چگونه رفتار میکنن. اونها که رام حکومت شدن یا پاداش های قابل توجهی از حکومت دریافت میکنن یا دستگاه سرکوب گزارشون به دست به بسیج و کلانتری و اینها افتاده و بهشون آموختن که چگونه باید رفتار کنید. اصولا حکومت نمیخواد که چشم مردم بر حقایق عالم باز بشه. اگر مردم تاریخ رو به خوبی بخوانند، تاریخ ایران و تاریخ جهان، دانش آموزای تاریخ رو یاد بگیرن، خب چشمشون به دنیا باز میشه که دنیا چیه. میخوان یه تصویر تحریف شده ای رو از تمدن غربی بدن. مشخص است که تاریخ اروپا، تاریخ ایالات متحده رو اینا در مدارس حتما تدریس نمی‌کنن. مردم باید در جهل و نادانی به سر ببرن. اونجایی هم که یه چیزایی رو میگذارن نظریه توطئه و ادعاهای بی اساس و بی پایه است. علوم اجتماعی ایران، مناطق، فرهنگ‌ها، اقوام، ادیان ایرانی، اینها اصولاً دانش آموزان ایرانی آموزش داده نمیشه، چون اصولا نباید جوانان ایرانی از پیشینه فرهنگی اجتماعی و قومی خودشون اطلاع داشته باشن. این روالی بوده که در ایران در طی 40 سال گذشته در جریان بوده. آن چرا که از هنر و ادبیات و فرهنگ در مدارس ایران، در دانشگاه‌های ایران آموزش داده میشه، یک گزینش خاصی است، اونم از منظرهای ایدئولوژیک. آنچه را که واقعا وجود داشته در ایران قبل از سال 57 از حیث ادبیات، هنر، فرهنگ، اونها رو قرار نیست که جوانان ایرانی باهاش آشنایی پیدا کنن، مگر اینکه خودشون بزرگ شن، این در واقع موانع سانسور رو کنار بزنن، کتاب‌های سانسور شده رو پیدا کنن، خودشون بخونن، ببینن که واقعا در ایران چه می‌گذشته. از هر طرف، هم اون بخش سنت‌گرای مذهبیش، هم بخش سکولارش، هم بخش چپش، اینا بوده در ایران. همه اینها، ایران یک ملغمه‌ای بوده از همه اینها، و جمهوری اسلامی تلاش کرده که با داشتن وزارت حقیقت که در رمان 84 اورول هست، وزارت حقیقت کارش اینه که بخشی از فرهنگ رو حذف کنه، بخشی از آدم‌ها رو از تاریخ پاک کنه. همچنان که در برنامه‌های گذشته هم به این موضوع اشاره کردم، جامعه ایران رو من یک جامعه غیر عادی میدونم. جامعه عادی اینگونه رفتار نمی‌کنه. در جامعه ایران همه مقدرات مردم به دست دولت داده شده. مردم اصولا نقشی در تصمیم گیری برای امور زندگی جاری خودشون، از کوچه و خیابان تا مدرسه تا مترو، ندارن. این داستان شوراها بیشتر نمایش هست. اینها قدرت چندانی برای تصمیم گیری در امور شهری کشور ندارند. اگر هم کسی بیاد بخواد کاری انجام بده، به سرعت حذف میشه، نمیتونه به کار خودش ادامه بده. من دیدم در ادبیات سیاسی ایران مدام به مشکل قومی، مسائل قومی، بحران قومی اینا اشاره میشه. من معتقدم ایران بحران قومی نداره، علارغم این که در ایران ما انواع و اقسام اقوام رو داریم، بلوچ، کرد، ترکمن، لور، اینا در کنار هم هزاران سال هست که مردم ایران در کنار هم زندگی کردن. ایران مشکل قومی نداره، ایران مشکل مدیریتی داره. اگر در هر کدام از مناطق ایران، در سمنان، در فارس، در کردستان، بلوچستان، مردم هر منطقه‌ای اداره امور خودشون رو به دست داشته باشن، اینها نه دیگه نقش قربانی بازی میکنن، نه مشکل قومی براشون پیش میاد. شما در یک شهر کوچکی مثلا در سنقر
در بانه، در هر جایی، در هر نقطه ای از ایران، در سرخس، در اردبیل، برید اون طرف در گواتر و در بندر کنارک، من هر جایی در هر نقطه ای از ایران که تصور کنید، اگر مردم اون منطقه منابعش در اختیار خودشون باشه، دولت مرکزی نیاد اینا رو تاراش کنه ببره، از آب و نفت و معدن و همه، در هر منطقه از ایران کلی منابع هست، این منابع رو مال مردمه، مال عموم مردم هست در منطقه، اگر دولت مرکزی اینها رو تاراج نکنه و نبره و مردم اون منطقه هم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرند، چیزی که در همه دنیا، در آلمان، در ایالات متحده، در همه جای دنیا هست، شما نمیتونید برید مثلا آب یه منطقه رو لوله های چند متری با قطر چند متر بگذارید بکشید ببرید یه جای دیگه. اگر یه ایالتی هم بخواد از یه ایالتی دیگه آبی رو دریافت کنه، باید هزینه‌اش رو بپردازه به اون مردم. اگه خودشون احتیاج داشته باشن که نمیفروشن، اگر هم زیادی داشته باشن میفروشن و از منابعش برخوردار، از فوایدش برخوردار میشن. بنابراین مشکل قومی در ایران اصولا وجود نداره. در ایران مشکلی که وجود داره دولت مرکزی بیش از حد بزرگ، دیکتاتور و غیر مسئول، غیر پاسخگوست که منابع کشور رو تاراج میکنه و مردم رو به جون هم میندازه. شما مثلا در استان هرمزگان، خب اینا کنار آب هستن، منابع شیلات رو دارن، منابع ماهیگیری دارن و لنج دارن، میرن ماهیگیری میکنن، اگر از منابع دریا برخوردار بشن چرا باید صداشون در بیاد؟ اما وقتی که شیلات بیاد و قراردادهای خاصی رو به افراد خاصی بسپره و اونها برن با کشتی‌های چینی، کشتی‌های صنعتی چینی قرارداد ببندن و اونها بیان کف دریا رو از ماهی خالی کنن، خب اینجاست که صدای اون مردم اون منطقه در میاد، مردم اون منطقه فقیر میشن، مردم اون منطقه مشکل پیدا میکنن. همه جای دنیا این داستان هستا، یعنی هیچ منطقه‌ای از دنیا نیست که منابعی نداشته باشه یا نزدیک به آب از تجارت، از ماهیگیری میتونه استفاده کنه، یا در کوه میتواند اونجا دهکده‌های توریستی داشته باشه، یا مثلا در کویر میتونه باز از توریسمش استفاده کنه، یا از انواع و اقسام در هر منطقه ای کره زمین منابع سرشاری رو در اختیار مردم هر منطقه گذاشته و اینها میتوانند از اون منابع استفاده کنن. دولت مرکزی که بیاد و اینها رو تاراج بکنه، خب جامعه شکل غیر عادی پیدا میکنه، جامعه فقیر میشه، بعد مشکل رو گردن دیگران میندازه، تنش بین اقوام و گروه ها و استان ها به وجود میاد. من قبلا هم در یک مطلبی نوشته بودم که ایران چون کشور بزرگی است باید به شکل فدرالیسم اداره بشه، مردم هر منطقه برای خودشون تصمیم بگیرن و دولت مرکزی به این شکلش یک در واقع دستور عمل، نسخه ای برای تجزیه کشور هست، در یک نقطه فرو می پاشه اگر فدرال نباشه، چون این دولت فدرالی که کنار هم اینا نگه می داره. بعد دیدم بسیاری از کسانی که واقعا نمیشناسن، نه فدرالیسم رو میشناسن، نه با فرهنگ و تاریخ ایران آشنا هستن، من رو متهم کرده بودن به تجزیه طلبی. من چه منفعتی میبرم از اینکه ایران تجزیه بشه؟ در اون مطلبی که در سایت بی بی سی منتشر کرده بودم، صحبت من این بود که ایران کشور بزرگی است و یک کشور بزرگ رو شما نمیتوانید به جمعیت 150 نفری در تهران بسپرید که همه این منابعش رو تاراج کنه برای همه کشور تصمیم بگیره. امروز آب اصفهان رو بکشه ببره یزد، آب خوزستان رو بکشه ببره یه جای دیگه، چون مردم اون مناطق هزاران سال با کارون و زاینده رود زندگی کردن، شما نمیتوانید اونا رو محروم کنید. بحث من هم بحث کردستان و بلوچستان و مناطقی که در یه دوره‌های مناطق بحرانی بوده نیست، بحثم سراسر کشور هست، حتی بحثم یک استان هم نیست، در یک شهر کوچک هم مردم باید بتوانند شوراهای خودشون انتخاب کنن، شوراهای اداریشون رو، دادستاناشون رو خودشون انتخاب کنن، یعنی در هر سه حیطه قانونگذاری، اجرا و قوه قضاییه مقامات به شکل انتخابی باید رئیس پلیسشون رو خودشون باید انتخاب کنن. اصلا پلیس مرکزی، نیروی انتظامی مرکزی یک امر، این فقط به دولت‌های دیکتاتوری تعلق داره. در امریکا میگن پلیس امریکا، هی بر رسانه‌های جمهوری اسلامی، در امریکا ما پلیس امریکا نداریم. هر شهری، هر منطقه‌ای پلیس خاص خودشو داره.
ما چیزی به اسم یک سازمان مرکزی پلیس در ایالات متحده نداریم. اینا دروغ‌هایی است که مدام به مردم میگند. مردم اگر در هر منطقه امورشون به دست خودشون نباشه، تصمیم گیری هاشون دست خودشون نباشه، اون جامعه به جامعه غیر عادی تبدیل میشه. اون جامعه همیشه جامعه بحرانیه، مدام آتش زیر خاکستره، مثل ایران. هر روزی ممکنه که در ایران انقلاب بشه، ممکنه از 40 سال انقلاب نشه. یه جامعه ایست که اصولا شما نمیتوانید پیشبینی ازش داشته باشید. جامعه هم که ثبات نداشته باشه، پیش بینی ناپذیر باشه، تو این جامعه کسی سرمایه گذاری نمیکنه، تو این جامعه اصلا اشتغالی شکل نمیگیره، هر کی به دنبال امور روزمره شه و این جامعه به هیچ جایی نمیرسه. بدبختی ها و مشکلاتی که بوده همیشه خواهد بود. این وضعیتی است که در یه جامعه غیر عادی شما میتونید ملاحظه کنید. تحلیل آماری این هفته رو من اختصاص میدم به سخنی از آقای عبدالله جوادی آملی. ایشون در ایران به عنوان فیلسوف و یکی از مراجع تقلید معرفی میشه، اما اگر شما به مطالبی که ایشون میگه نگاه بکنید، به اندازه یک کودک 6-7 ساله‌ای که در یه شرایط عادی آموزش دیده باشه در خانه و بعد هم در مهد کودک، آقای آملی در اون حد دارای سواد و سطح درک نیست. و جالب هست که کسانی که پای درس ایشون نشستن افتخار میکنن که مثلا درس فلسفهشون رو خدمت آقای آملی خوندن. اینا نشون میده که چقدر اونها، آقای آملی که اینجوریه، چقدر اونها کوتولن که به آقای آملی افتخار میکنن. سخنان عجیب و غریبی ایشون داره که این سخنان رو باید در برنامه‌های مختلف بهش اشاره کرد. ایشون میگه که در مورد جنگ جهانی اول و دوم صحبت میکنه. اینا خب در مقام مورخ هم قرار میگیرن یه جایی. ایشون میگه زمانی که آقایان وزارت خارجه با جان کری دیدار داشتند، گفتیم به او بگویید که اگر قد آنها بلند است، برای این است که روی 70 میلیون قبر ایستادند از بس که کشتند. فکر کرده که خیلی سخن عمیقی هم گفته، یک مشت حرفهای مهمل و بی‌مبنا و اطلاعات غلط رو ایشون داره به جامعه عرضه میکنه. بعدا فکر میکنه که خیلی جمله عمیقی رو گفته که وزیر خارجه دروغگوی جمهوری اسلامی رو باید به تمام دنیا اعلام کنه. در همین عبارت کوچک ایشون 4 واقعیت تاریخی تعریف شده. واقعیت اول این که ایالات متحده نه در جنگ اول و نه در جنگ دوم جهانی میخواست وارد جنگ بشه. یه دیدگاه تئوری انزواگرایانه‌ای در امریکا حاکم بود، نمیخواستند وارد جنگ بشن. تنها خواست اروپایی ها بود که امریکا رو به جنگ کشوند و بعد هم در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم حمله ژاپن به پرل هاربر بود که امریکا رو درگیر کرد در داستان جنگ، وگرنه امریکا نمیخواست وارد جنگ بشه. این حرفایی که ایشون میزنه حرفای مهمل و بی اساسی است. واقعیت دوم تعریف شده این که تعداد کشته شده‌های جنگ جهانی اول و دوم 78 میلیون بوده. آمارهای هم نظامی هم غیر نظامی، نه 70 میلیونی که آقای آملی میگه. واقعیت سوم این که آغازگر جنگ در هر دو مورد نیروهای آلمانی و متحدانشون بودن، نه امریکایی‌ها. طبیعی است وقتی شما علیه ملتی جنگ شروع میکنید، اونها از خودشون دفاع میکنن. قرار نیست هم وایستن ملت لشکر ارتش هیتلری بیان و اروپا رو که گرفتن، بیان بریتانیا رو هم بگیرن، بعد بیان ایالات متحده رو هم اشغال کنن. مردم مقاومت میکنن. این داستانی است که عجیب و غریب نیست، پدیده خیلی عادی است در عالم. طرف مقصر برای کشته شدن این 78 میلیون نیروهایی هستند که جنگ رو آغاز کردند، نه نیروهایی که از خودشون دفاع کردند. و واقعیت چهارم این که آلمان و متحدانشون در این دو جنگ کمتر از متحدان ایالات متحده کشته دادن. شما نگاه بکنید، در فقط در جنگ جهانی دوم 24 میلیون روس کشته شده. این روس‌ها رو هم امریکایی‌ها کشتن. در جنگ جهانی اول هم 3 تا 4 میلیون روس کشته شدند. در جنگ جهانی کشته شده های بریتانیا و فرانسوی، بریتانیایی و فرانسوی در جنگ جهانی اول 3 میلیون بوده، در جنگ جهانی دوم 1 میلیون. شما مجموعه اینا رو با هم جمع کنید، کسانی که در متحدان ایالات متحده بودند در جنگ جهانی اول و دوم کشته شدند، بسیار بیش از کسانی بودند که در آلمان و ژاپن کشته شدند. بعد آقای آملی میگه روی 70 میلیون جسد امریکایی‌ها ایستادند.
امریکایی‌ها چه مسئولیتی در برابر کشته‌های خودشون دارن. شما اگر یک کسی بیاد خانوادتون رو از بین ببره، بعد میشه شما رو متهم کرد به اینکه شما روی جسد اونا ایستادی که قدت بلنده. حرف‌های بی اساس و بی پایه، هزینه که نداره، اینو میگن همینطور. داستانیست که همیشه ادامه داشته. و اما بریم به سراغ ترازو. در بخش ترازو من معمولا سخنانی رو از مقامات جمهوری اسلامی نقل میکنم و کفه دیگر ترازو رو هم خدمتون عرضه میکنم. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی میگه امریکایی ها عقرب جراره هستند، عقرب جراره رو باید زیر پا له کرد. البته کاری به اینکه ایشون چرا این حرفا رو میزنه اینجا من ندارم. میرم به سراغ اینکه اگر این جمله رو یکی از فرماندهان ارتش امریکا یا بریتانیا به زبان آورده بود، روز بعدش تمام چپهای دنیا، اسلامگراها، اصلاح طلبها و مقامات جمهوری اسلامی میگفتن که ایالات متحده و بریتانیا جنگ طلبن، آدمخوارن، استعمارگرن، این حرفا رو میزدن. اما وقتی که فرمانده ارتش جمهوری اسلامی چنین حرفایی رو میزنه، همه اینها سکوت میکنن. ایرانی ها اصلا جنگ طلب نیستن، فقط دولت غربی هم جنگ طلب هستن. هر روز این صحبت ها میکنن. این صحبت ها رو چپ ها، اسلامگراها، مقامات جمهوری اسلامی، صحبت های خودشون رو نمیبینن که مدام از جنگ و له کردن و سیلی زدن و کشتار جمعی صحبت میکنن. آقای علی خامنه ای میگه امروز هیچ کشوری به اندازه ایران مستقل نیست و تنها ملتی که آرای او تحت تاثیر هیچ قدرتی قرار نمیگیرد ملت بزرگ ایران است. نگاه آقای خامنه ای به استقلال به نظر من 4 مبنا داره: تبدیل ایران به شه علی طالب و تحت تحریم دائمی، جامعه بسته مثل کره شمالی، حضور نظامی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در همه نقاط بحرانزای دنیا برای برهم زدن نظم موجود جهانی، تبدیل شدن به ابرقدرت. سوم، قرار گرفتن زیر پروبال آقای پوتین و شی جین پینگ با سیاست نگاه به شرق و دادن وعده نابودی یکی از کشورهای دنیا یعنی اسرائیل. با این نگاه عجیب و غریب، پر از تناقض، پر از خشونت، پر از کشتار، بله، ایران مستقل ترین کشور دنیاست. کارنامه شما اگر به کارنامه جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش نگاه بکنید در 4 گذشته، این کارنامه نه حکمت آمیز بوده، چون همواره ایران رو تحت تهدید دائمی کشورهای دیگه قرار داده، نه عزت آور بوده، ایرانی ها یکی از بی ارزش ترین پاسپورت ها رو در دنیا دارن، خارجی ها نمیان سرمایه گذاری کنن و اصولا نگاه منفی نسبت به ایران و ایرانی ها وجود داره به دلیل رفتارهایی که حکومتش انجام میده و نه مبتنی بر مصلحت سنجی بوده. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در جهت منافع و امنیت ملی ایران نبوده. ایران حتی در میان همسایگانش یک دوست و همپیمان دائمی نداره. این داستانی است که خب در ایران همیشه در جریان بوده و متاسفانه تا وقتی که جمهوری اسلامی هم هست این جریان برقرار خواهد بود. برای موسیقی این هفته من یک آهنگ بسیار زیبا از خانم ونسا کالتون انتخاب کردم به اسم 1000 Miles. یکی از کارهای بسیار زیبا و درخشان این خانم هست. در سنین بسیار جوانی ایشون این کار رو عرضه کرده. موسیقی بسیار زیبا و دلچسبی است و در واقع حرکت ایشون رو در قاره امریکا از شهر از لس آنجلس بگیرید بیایید تا خیابان‌های نیویورک، این رو ایشون نشون میدین. 1000 Miles در واقع بخشی از 1000 Miles در واقع مسیری است که از شرق امریکا تا غرب امریکا رو در بر میگیره. حدود اگر با اتومبیل شما مسافرت بکنید چیزی در حدود 3000 Miles، حدود 5000 kilometers هست. من 2 سفر کردم. قاره بسیار زیبایی است و باید افراد خیلی خوش شانس باشن که این فرصت رو پیدا کنن که در این قاره بزرگ و با کوه ها و جنگل ها و صحرا ها و همه انواع و اقسام شرایط اقلیمی رو در ایالات متحده شما میتونید ببینید و اینها محافظت شده است، اینطور نیست که مدام تخریب بشه. بسیاریش در واقع در پارک های ملی است و این پارک های ملی برخی از پارک های ملیش اندازه چند کشور دنیاست. این پارک های ملی هست، مردم میتونن برن
و در صلح و آرامش در کنار حیوانات قرار بگیرن، حیوانات رو ببینن و از محیط طبیعی لذت ببرن. این در واقع سیری که خانم ونسا کالتون طی میکنه نوعی سیر موسیقیایی است در این قاره بسیار زیبا. این موسیقی رو ببینید، لذت ببرید، تا هفته آینده شبها و روزهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.